توی یه جای امن نشستم، اون وقت دارم اون وقت از روح الله زن بترسم، اونم با وجود پشتگرمی که خودش میدونه که از سمت اینجا دارم، واسه چی باید ازش بترسم؟ با یکی از دوستانم به نام سپیده پور آقایی صحبت کردم، گفتم که من نیاز به یک کار سوم دارم، سپیده میتونی جایی رو به من معرفی کنی، کسی رو خبرگزاری هستش که نیاز به نویسنده خبرنگار داشته باشه؟ که ایشون گفتش که آره یکی از دوستان هست، اینا برای خبرگزاریشون نیاز به یه نفر خبرنگار داره. گفتم کجاست؟ گفتش که ازش آمد نیوزه. و گفتم که خب این شخص کیه؟ گفتش که سام محمودی سرابی. حدود یک ماه من برای یه خبرگزاری کار کردم، دامین این سایت دستم بود و یوزر پسورد این سایت دستم بود و روش می نوشتم که حین همکاری باشون با جناب روح لازم آشنا شدم، که فهمیدم ایشون مدیر مسئول این خبرگزاری هستن، که مؤکدن هم تاکید میکردن که ندا لطفاً جایی اسمی از من نیار که من مدیر مسئول این خبرگزاری هستم، دوست دارم کسی بدونه، میخوام پشت پرده بمونم. فکر یه روز شد سایتش هک شد، اومدم خبر بزنم، دیدم سایت هک شد. سایت که هک شد گفتم که چی شده و اینا، گفتش که همه یه دامه دیم دارم، حالا با حالت اون روز با حالت شوخی گفت، گفتش که همش تقصیر توه، وقتی که فهمیدن که تو روی این خبرگزاری کار میکنی، چون مؤکدا به من میگفتش که نمیخوام با اسم خودت کار بکنی، چون تو با اسرائیل کار، با خبرگزاری اسرائیلی کار میکنی و یه خود رسانه منو بدنام میکنه و مخاطبینم رو از دست میدم، به خاطر همین با اسم مستعار این خبرگزاری کار بکن. من با اسم مستعار این خبرگزاری کار میکردم، بهش گفتم که میخوای چیز کنی؟ میخوای سایتو برگردونی؟ مثلا اینم ریاکشنش چیه؟ دقیقا ریاکشنش چیه بابت اینکه سایت هک شده؟ چون این دیگه یه چیز تابلوه چی میگن تکراری شده بود، این دروغ که سایتم هک شده دیگه یه چیز تابلو شده. دقیقا خودش کرده بود این کارو و من وقتی که معرفیش کردم به شخص، گفتم که من شخصی رو میشناسم که بتونه کمکت بکنه و سایتو برگردونه و با این شخص صحبت کرد، از این بر به من گفتش که اوکی هر شده سایتو باز میکنیم از فردا، هر شده سایتو باز کنیم از فردا. و از اون بر با اون شخص گفته بودش که نه الان نمیخوام سایتو باز کنم، میخوام باز باشه به این بهانه غرامت بتونم بندازم گردن جمهوری اسلامی، بتونم غرامت بگیرم. و داشت اینجوری دو طرف بازی میکرد. اون شخص کسی نبود جز یک افسر اطلاعاتی اسرائیل که من باش در ارتباط بودم و با هم همکاری میکردیم بر علیه جمهوری اسلامی و تو خیلی مقاطع زمانیشون به من کمک کردم و من هم به ایشون کمک کردم در راستای حفظ امنیت اسرائیل و ایشون من کمک میکردن در راستای ضربه زدن به جمهوری اسلامی. این آقایی که دقیقا اسمشون رو هم به درستی نوشتن، یعنی البته اسم مستعارشون آشر، که البته اینقدر سواد ندارن که با این نوشتن آشر با این، اصل اسم آشر یک اسم عبریه که با الف نوشته میشه. ایشون قرار بود فقط برای سایتشون با این شخص در ارتباط بشن، اما بدون اینکه اصلا به من بگن ارتباطشون رو با این شخص ادامه داده بودن و ایشون همین آقای آشر به من گفتن که این میخواد که همکاری بکنه با ما. گفتم اونجا همکاری میخواد بکنه باید؟ گفت میگه که اطلاعات بهتون میدم من از ایران، یعنی روح لازم به این افسر اطلاعاتی اسرائیل گفته بودش که من اطلاعات از ایران بهت میدم، تو در ازاش به من پول بده، تو در ازاش منو تقویت بکن، من فلان شبکه رو بندازم، من در ظاهر مثلا این وجود همونطور که تو فایل صوتی که پخش ازشون منتشر کردم دارید میبینید، داره دقیقا یه شخصیتی از خودش میسازه که میخواد یه وجه خوب از تو اجتماع برای خودش درست بکنه. سلام آشش، حال شما خوبی؟ چه عجب نشد زنم گفتم نبودم. دو تا طرح راجب تلویزیونه، یکیشو از محمد حسینی گرفتم که اون تقریبا یه
چیز خیلی عجیب غریب روی تقریبا برای یک سال کسان یه چیز غیر منطقیه. چیزی مثلا توی مایه تلفیق سه تا شبکه تلویزیونی من و تو، جی ام و بی بی سی، یعنی با یه برنامه کوتاه مدت مثلا 6 ماهه یا 3 ماهه 3 ساعت، بعد 6 ماهه مثلا 3 ساعت بشه 6 ساعت که 6 ساعت هم بازپخش داشته باشه، بعد بشه 12 ساعت تولیدمون. یکی دو نفرم پیدا کردم از توی اروپا که از بچه های تلویزیون بودن و اینا، قبل اونا رو هم تیمم داریم شناسایی میکنم یواش یواش. رو حالا هم همچنان همکاریش رو با این افسر اطلاعاتی موساد ادامه داد و جالب اینجاست که الان توی متنی بیانیه که امروز منتشر کردن در واکنش به فایل های صوتیشون که من گذاشتم، نوشتن که این فایل های صوتی رو از سپاه پاسداران من دریافت کردم. این فایل های صوتی رو من چطور در سوال اینجاست، این فایل های صوتی رو من الان در اسرائیل زندگی میکنم چطور از سپاه قطب دریافت کردم؟ چطور من در اسرائیل زندگی میکنم و میتونم با سپاه قطب، سپاه پاسداران یا نهادهای اطلاعاتی ایران ارتباط داشته باشم؟ که کوچکترین ارتباط اینجا با چنین نهادهایی زندان و یا اخراج کامل از اینجا رو داره. این یک پارادوکس در صحبت های ایشون. من به عنوان یه خبرنگاری رو بهت نمیگم، به عنوان یه موزیسیانی رو بهت میگم، چون یکی از رشته‌های تحصیلی من موسیقی بوده. خب صدای تونالیته صدای یک شخص رو نمیتونی تغییر بدی. ببین کاری که الان روی این فایل صوتی انجام شده فقط محدوده صدایی اون افسر اطلاعاتی اسرائیل رو پایین تر آوردن و بمترش کردن، باسش کردن خب، و یه مقدار نویز توش انداختن که شناسایی نشه اون صدا، که شما وقتی گوش میکنید مشخصه این صدا صدا یه صدایی نیستش که واقعی باشه، صدایی که روش کار شده و روش نویز انداخته شده. اما تونالیته صدای هر آدمی مشخصه. توی علم موسیقی بهش میگن تونالیته صدا، که درجه 1, 4 و 5 اون محدوده صوتی رو مشخص میکنه. اما حالا توی اصطلاح عوام بهش میگن رنگ صدا یا جنس صدا. هر کسی یه جنس صدایی داره که اصلا نمیتونی با هیچ سیستمی تغییرش بدی. و اگر این ادعا رو میکنه آقای روح الله، من ازش میخوام که یه فایل صوتی از من در ارتباط با یکی از همین مامورین موساد، در ارتباط با یکی از مامورین سپاه پاسداران که میگه، بیاد لطفا درست خودش درست کنه برام بفرسته. تو مکالماتت کاملا داری تاکید میکنی که اسرائیل و من نمیتونم بیام اونجا، میدم برام وچم بد میشه، اما فلان کارو میکنم، فلان کارو برام بکنید، فلان کارو میکنم، فلان کارو برام بکنید. گفتم اگه میخواد بیاد اینجا کلن اصلا اینجا مستقرش امکانات اینا هرچی بخواد بهش بزنید. میسوزم آخه اونجا. ببین میسوزم اونجا. تو حالا فکر کن من فردا اصلا دو نفر تو ایران بفهمم من پشدم اونجا، اومدم اونجا. میدونی چی میگم؟ درسته بحث حفاظتشه، بحث امنیتشه، همه این چیزا هست، ولی اصلا همه چی میسوزه. چه یه که تمام رسانه ها میشه. آقای زن واقعا میخوام اینو بهت بگم، خجالت بکش، دست بردار از این کارات، زشته به خدا. یه جایی بالاخره گیر میکنی، یه جایی بالاخره یکی آتواتو در میاره، یه جایی بالاخره یکی دروغاتو رو میکنه. و تا کی میخوای بشینی پای بنگ و افیون توهم بزنی و فکر کنی مردم احمقن و میتونی سرشون کلا بذاری؟ و چرا خودشون میدن پای تلفن آشر جان میکردن؟ پس ایشون باید بپذیرن که جاسوسی میکردن برای موساد. ایشون باید اینو بپذیرن. این یک مدرک مستدله دیگه. ببین من که تو اسرائیل نشستم، نمیتونم با سیستم های اطلاعاتی ایران در ارتباط باشم، که اگر باشم داخل زندانم یا از اینجا اخراج میشم. این تا اینجا منطقیه یا ندرسته؟ پس فایل صوتی نمیتونه دریافت شده از سیستم های اطلاعاتی ایران باشه. پس اون فایل صوتی از کجا میتونه به دست من بیاد؟ جز از داخل همینجا نمیتونه به دستم بیاد. یک سری منافعی میخواستش روح الله زن به دست بیاره از این ارتباطی که با سیستم اطلاعاتی
با این افسر اطلاعاتی که من بهشون معرفی کرده بودم به دست آورده بودن، یک منافعی رو می‌خواست کسب بکنه که نتونست به این منافع برسه، بنابراین اومد شروع کرد به داستان پردازی کردن. گفت برای لندن اگه بخوای دفتر رو بگیری یک سال اول وقت میشه که بعد بخوای حالا اینو راه بندازی دیگه، بقیهش سال دوم دیگه هزینه یه چیزه. که حالا اگه دفتر رو حالا بخوای اروپا شرقی بگیری، ترکیه که خیلی ناامنه اونجا نمیشه، ولی اگه بخوای اروپا شرقی بگیری هزینه همه میاد پایین دیگه، یعنی میشه راحت تجهیز کرد. حالا من اون طرحی که فرستاده رو برای شما میفرستم روی همین اسکایپ، میفرستم براتون فایلش رو، شما یه مطالعه بکنین، نگاه بکنین. من برم اینجا خوبه، نمیتونی کمترش بکنین براشون؟ چرا میشه کمتر کرد؟ ببین این الان طرح متوسطه. رقمی که از سازمان اطلاعاتی اسرائیل خواسته بودن یک چیزی حدود 3 میلیون دلار بود. 3 میلیون دلار بود که بهشون گفته بودن ما همچین رقمی پرداخت نمی کنیم بهتون بابت این اطلاعاتی که میخواید بدید، و خب ایشون هم دست به دشمنی زدن. ادعاهایی که شخص میکنه باید با مدرک باشه، مخصوصا ایشون که مثلا خودشون روزنامه نگار معرفی میکنن، ادعاهاشون باید با مدرک باشه. من میخوام مثلا مخاطبین که دارن مثلا حرف منو گوش میکنن یا حرف ایشون رو هم گوش میکنن، سوال بکنن و مدرک بخوام ببینن ندا امین اگر حرفی زده چه مدرکی ارائه کرده، و قول لازم اگر حرف زده چه مدرکی ارائه کرده، وگرنه چه بخواد نوشتن دروغ در مورد هر کسی کاری نداره، پای کامپیوتر میشینی یه مطلب مینویسی و تمام. در نهایت وقتی که دید تیرش به سنگ خورد و نتیجه نگرفت و دید که تمام پرسجوهای سازمان اطلاعات اسرائیل اینا همه منتهی به این شد که من هیچ مشکلی نداشتم، هیچ گونه سبقه ای نداشتم برای در خصوص همکاری با جمهوری اسلامی صدمه زدن به اسرائیل و هیچ جرم و گناهی نداشتم، به من گفتن که این قضیه همه چیز تمومه و فقط این یک گزارش اشتباه در مورد شما داده شده بود، که این گزارش اشتباه هم توسط خود این آقا ارائه شده بود. و بعد خب در حال بعدش وقتی که متوجه این قضیه شدن و فهمیدن که راست قضیه چیه، این فایل ها رو در اختیار من گذاشتن و من منتشرش رو کردم. کسی ندونه بهتر، ولی من گفتم دولت ترکیه داره این پولو میده، یعنی یه کانال دولت ترکیه. حالا شما بگی میتونیم عوض کنیم، میتونیم بکنیم از آمریکا. نه بر ما فهم میکنه، درسته مخفیانه تصفیق میشه، اما چون تو کنست میره، تو مجلس میره، کارد سیاسی ما باید مطلع باشه. ما نمیتونیم بگم آقا این پولو بفرست اینجا این برای هم باشه. واقعا داره با ذهنیت مردم بازی میکنه و واقعا مردم ما بدون تحقیق این شخص رو باور کردن، چرا که یک سری از اسنادی رو و مدارکی رو منتشر کرده که به خاطر نفوذش در سیستم جمهوری اسلامیه و به خاطر تعاملیه که با افرادی که در سیستم هستن داره، بنابراین به خاطر رو کردن این اسناد مردم به این ایمان آوردن که این آدم داره افشاگری میکنه و واقعا بر ضد جمهوری اسلامی، در صورتی که اینطور نیست و این آدم بر ضد مردم ایران داره کار میکنه. همونطور که دونه دونه توی همین فایل صوتی رو میبینید چند نفرشون رو میخواست بفروشه، با چند تا از هموطنهای خودش مشکل داشت. با محمد صحبت کردم، گفتم آقا این تلویزیون بشه که بیا با هم تلویزیون را بندازیم، مثلا تو هم برنامه یا استارت مثلا برو رو تلویزیون، و ما میتونیم که کوتاه مدت تو داخل یه کاری بکنیم که اصلا داخل بهتر کنیم با همین یه دونه یه ریستارت. خب یعنی خب این جنبش مدنی گذاشته مثلا برای انتخابات، شب انتخابات اینو کوکتل مولوتوف و نمیدونم ترق بازی و از این چیزا و اینا شب انتخابات سنن ترکوندن داخل و مثلا 20,000 نفرشون را افتادن و ترکوندن، اینا میشه مستش داد، بازخورش میشه رو این گرفت، این خیلی مهمه. باشه برای دوست، باشه دست، مرسی. خب تا حالا فایل صوتی بیشتری هم هست که من در خدمتتون خواهم بود در بخش 3 و 4 و 5 و الباقی.